به نظرتون جدیدترین تاشوهای سامسونگ یعنی زد فلیپ 3 و زد فولد 3 میتونن بعد سالها که همه مردم از مدل‌های تمام صفحه استفاده میکنن به گوشی‌های عادی تبدیل بشن که هر جای میرین اونا رو دست چند نفر ببینید؟ سلام دوستان، سامسونگ با معرفی دو تا تاشوی جدیدی ثابت کرد که توی بخش پرچم‌دار و هنوز بی رقیبه و قرار نیست حالا میدون رو خالی کنه. با 19 کالا همراه باشین تا نگاهی به این دو تا شاهکار سامسونگ بندازیم. عزیزان، کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و با فشار دادن زنگوله اولین نفری باشین که ویدیوهای ما رو میبینه. زد فولد 3 و زد فلیپ 3 به ترتیب با قیمت 1700 دلار و 999 دلار معرفی شدند و چیزی که جالبه اینه که امسال سامسونگ قیمت اولیه این دوتا گوشی رو نسبت به مدل‌های همتای پارسالش کمتر زده و این نشون میده امسال سامسونگ میخواد کار برای بیشتری گوشی‌های تاش رو بخرن. قبلنا وقتی گوشی تاشو میخریدین بعد یه مدت باز و بسته کردن لولاها شل میشد و گوشی از ریخت و قیافه میافتاد، ولی خب یادتون نره که دارین توی سال 2021 زندگی میکنین و این اتفاق قرار نیست واسه گلکسی های تاشو بیفته. خود سامسونگ گفته که زد فولد 3 تا 80% قوی تر شده و اگر روزی 100 بار زد فلیپ 3 رو باز و بسته کنین تا 5 سال هیچ اتفاقی واسش نمیفته. پوشش محافظتی هر دو هم گوریلا گلس ویکتس و حتی دوربین ها با گوریلا گلس دی ایکس محافظت میشن. هر دو با آی پی ایکس 8 تا نیم ساعت توی عمق 1.5 متری آب دووم میارن و توی یک کلام سامسونگ مقاوم ترین تاشوهای دنیا رو با بهترین مواد ساخته. البته پولش رو هم ازتون میگیره. یکی از مهمترین تفاوت ها بین این دوتا گوشی اینه که زد فولد 3 از اسپن پشتیبانی میکنه. البته اسپنی داخل جعبه نیست و باید اون رو جداگونه بخریم. هر دوتا تاشو یه بررسی ما دوتا نمایشگر دارن. زد فولد 3 توی حالت بسته یه گوشی عادیه و توی حالت باز یه مینی تبلت. زد فلیپ 3 هم یه نمایشگر کوچیک روی گوشی گذاشته تا مجبور نباشیم واسه کارهای غیر ضروری دائم اون رو باز و بسته کنیم. ولی سوالی که پیش میاد اینه که کار کردن با کدومش راحت تره؟ به خاطر ماهیت تاشو یه ناهمواری قابل لمس و قابل دیدن وسط هر دوتا گوشی هست. زد فلیپ 3 خیلی جمع و جوره و وقتی که بازش کنی از اون خط وسط که بگذاریم به یه گوشی معمولی تبدیل میشه، ولی زد فولد 3 جدای از این که وزن زیادی داره شاید کار کردن و بازی کردن باهاش سخت باشه، چون توی حالت بسته سنگینه و توی حالت باز ارگونومی نیست. باورت میشه قبل از خرید میتونی گوشی تو لمس کنی، رنگ بندی دقیقش رو ببینی و با بهترین قیمت بازار اون رو از 19 کالا بخری؟ عکاسی کردن با این دو تا گوشی خیلی باحاله، چون میتونی نیمه باز بذارینشون و عکس بگیرین. تازه دوربین اصلی هر دو هم با اینکه 12 مگاپیکسلی هستن ولی همون لنزیه که توی سری گلکسی S21 کار شده. زد فولد 3 دو تا دوربین سلفی داره. سلفی داخلی زیر نمایشگر کار شده. هرچند که کامل محو نیست و یه بافت خاصی ازش مشخصه، ولی بهتر از یه سوراخ بزرگ مشکی مزاحم روی نمایشگره. تاشوهای بررسی ما به همون اندازه که خوش ساخت و مقاوم هستن از نظر سخت افزارم قدرتمندن و سامسونگ هم یکی از بهترین و قوی ترین چیپستای حال حاضر شرکت آمریکایی کوالکام رو استفاده کرده، یعنی اسنپ دراگون 888 5G که برای گیمرای حرفه‌ای مثل رویا میمونه. ولی خب اگه گیمر هستین اول بررسی کنین که بازی کردن با یه گوشی تاشوی قدرتمند براتون جذاب هست یا نه. سامسونگ توی قسمت باتری خصاصت به خرج داده. نه شارژر توی جعبه گذاشته و نه از باتری بزرگ و فست شارژر رویایی استفاده کرده. زد فولد 3 و زد فلیپ 3 به ترتیب باتری 4400 و 3300 با فست شارژر 25 و 15 واتی دارن. درسته که سخت افزار این گوشی از نظر مصرف باتری خیلی بهینه عمل میکنه، ولی خب باتری زد فلیپ 3 واقعا کوچیکه.
اگه میخواین این دوتا گوشی رو بخرین بهتر صب کنین، چون تب و تاب تازه بودن همیشه قیمتای نجومی رو به همراه داره. یه مدت که بگذره قیمت هر دوشون تا حد زیادی افت میکنه. راستش رو بخواید هر چقدر که امسال سامسونگ توی بخش میان رده کم گذاشت، ولی مشخصات این دوتا گوشی پرچم دارش واقعا امیدوار کننده بود و نشون دادن که کره‌ای‌ها قرار نیست میدون رو واسه رقبای چینی خالی کنند.